مبارک سوکسوشاریوس کورچی هستم، خوش اومدین به پارت 27 باگای کلش رویال که تو همین ویدیو کلن فیصله میدیم پارت 27 و منتظر ویدیوهاتون میمونیم. برای ارسال بچه ویدیوهاتون توی بخش باگای کلش رویال حتما به لینک توی توضیح دیسکریپشن ویدیو گذاشتم، همون خط اوله، ارسال کنید، خودشون میفرستن. خیلی ها میگن بگو صدای ویدیو رو نبنده. چشم، صدای ویدیو رو نبندید، همون موزیک خود ویدیو باشه، خب موزیک خود گیم باشه، حالا یا موزیکش باشه یا صدای کارتا، فقط دیگه عقب جلو نکنید، سرعتش رو کم و زیاد نکنید، روش هم موزیک نذارید، یعنی همون حالت طبیعی که رکورد میکنید همونجوری بفرستید. گفتم اینو بگم چون خیلی ها گفته بودن، ما هم احترام میذاریم، میگیم چشم. بذارید یه خورده من دانلود کنم که زیاد معطل نشیم. خب بریم حالا از بالا میبینیم، بعد کم کم دانلود میکنم. خب یه لحظه وایسید فقط. خب خواستم فقط ببینم پارت رو درست گرفتیم، تکراری نباشه. نه درسته، پارت 27 بریم سراغش. خب اولین ترکیب نوشته لاوالون، نمیدونم این، نه فکر کنم دست خط خودشه، یعنی خودش تایپ کرده، ولی نه. خب این اصلا این باگ اگه تو کلش رویال نباشه شما باید تعجب کنید. معمولا اینا رو میزنه بیت داون، این مثلا این ترکیب بیت داونه چون سنگینه و کنترل هم نمیتونه باشه، به خاطر اینکه عرضم به خدمتتون کنترل ها معمولا توش تورنیدو هست. کنترل سبک پلی دادن هست، ترکیبم هست. سبک پلی دادن یعنی نیروها رو از پشت تاور بریزی، صرفا بریزی بازی رو کنترل کنی بعد یه اتک بهش بدی، ولی خب ترکیبم داریم که کنترل باشه. کجا رفت؟ خب این اولش. بریم سراغ دومی، باگ لیتل، فکر کنم با هوا خصومت شخصی داره. ببینم پشمام بچه ها چیو داره میزنه؟ ریدم بچه ها کلن لیتلش همونجا گیر کرده، اصلا همونجاست، تکون نمیخوره. وای وای وای، نگاه کنه تورنیدش میکنه عقب، کلن باز خوب تاور رو نمیزنه، مثل ایکس بو از اونجا تاور رو نمیزنه، اینجوری دیگه یارو تا خواهی میرفت تو فشار. به نظرم باگ عجیبی بود. سلام، داشتم کلاسیک چلنج میزدم، از بتل حدودا 3 دقیقه گذشته بود یهو بازی ارور خورد، کلن از بازی پرید بیرون. بعدش که اومدم داخل بازی نه واسم برد زده بود نه لوز، حتی تو پخش لیست بازیام اون بتل کلا وجود نداشت، اینترنت هم مشکل نداشت. اصلا 3 دقیقه اول بتل رو بدون هیچ مشکلی با پلیر روبرون بازی کردم. حتی اگه مشکل از اینترنت هم حساب کنیم، خب باید یا باخت میداد یا لوز. خب باخت و لوز جفتش معنیش یکیه، مگه میشه 3 دقیقه از بتل رد شده باشه بعد نه لوز بخوری نه برد؟ عجیبه. شاید آره دیگه، باگ 100% باگه. اگر برات اون لوزه حسابم نشده توی خود کلاسیک دیگه 100% باگه. یه وقتی از لوزه رو برات میزنه، شما 3 تا شانس داری دیگه، یه دونه رو برات میزنه ولی توی بتلاد نیست، خب اینم باگ حساب میشه کلن. ولی این که برات نه لوز زده توی خود کلاسیک چالش نه اونجا تو بعد توی بتلاد هست، این دیگه باگ خیلی عجیب غریبیه. باگ کلش رویال او، این باگ قدیمیه بچه ها، فکر کنم این باگ خیلی قدیمی هم هست. البته نه، پارت باگا رو جدیدن گذاشتم، نباید اینجوری بزنه. ببینید دوباره هم اینجا فکر کنم همون اتفاق افتاده. این فکر نمی کنم قدیمی باشه، چون اون دوره یه دوره بود که لیتل کلن باگ خورده بود، اومدن
کلش اومد کلش رویل میخواست بالانس چنج رو بدون بریک اعمال کنه کلن رید و لیتل باگ خورده بود. لیتل کلن از اون اول حالت ایکس بو دمیج میداد، تون دمیج میداد. اونو گذاشتیم فکر کنم ویدیوهاشو. اینکه اسکلت ایبو گیر کرده به تاور هیچی، چرا یه تعداد از این ور میره یه تعداد از اون ور؟ ببینیم خب اینه که قبلا بارها در موردش توضیح دادیم. از بتلای خودمون هم گرفته، ریاکت از بتلای خودمونه. اینه که در موردش گرفتیم، همون محور ایکس و ایگره دیگه. هر کارتی یک حافظه‌ای داره تو خود بازی، موقعی که میفته یه ایکس و ایگره، چون تو برنامه سازی ما اینو، برنامه نویسی ما اینو داریم، یه ایکس و ایگره توی حافظه اون عدد میمونه اگر بهش کدشو بدی. احتمال میدم برای همین باشه. داش رویال باگ نداره، صداشو کم کنم. باگ نیست که داداشون، درسته دیگه. اخوی اون کلن یه کارته، اون یه کارته که میره بیرون، داور بازیه. شما حتی میتونی زپ هم بزنی اون نذاری بره بیرون. نه این باگ نیست بچه، این باگ نمیدونم برای رویال ای پی آی هست یا برای خود بازی، ولی تو سایت زده که ایشون رنگ 400 داره ولی تو خود بازی هیچ رنگی نداره. ببینیم آره رنگ 400 گلوبال تورنمنت داره. فکر کنم باگ رویال ای پی آی باشه، چون کلن تاپ 1000 رو باید نشون بده، از 1000 به بالا رو تو خود سایت رویال ای پی آی نشون میده ولی تو پروف نمیاره. ولی این که رنگ 400 زیر 1000 قطعا باید تو پروف هم بیاره. احتمال میدم باگ خود رویال ای پی آی باشه. البته اگه از کلش رویال هم باشه زیاد جای تعجبی نداره. حالا اینو که برده بودم، اگه یه جای دیگه اینطوری میشد شاید باخت میدادم سرش. ببینیم خب اینم باگ گلدن نایته. از همون زمانی که گلدن نایت اومد این باگ باشه، نتونستنم درستش کنم. حتی چندین بار اومد بریک داد که باگا رو رفع کنه. مثلا باگ فیشرمن رو نتونستن درست کنن، باگ بندیت رو نتونستن درست کنن، هنوز یه سری باگا تو بندیت هست، باگ گلدن نایت رو نتونستن درست کنن. و من خودم زمانی که گلدن نایت اومد چند تا دست پشت بازی کردم، تو ویدیوام هست، برید تایمی که گلدن نایت اومد ویدیوها رو ببینید. یه باخت سر همین ابیلیتی تخمی گلدن نایت من دادم گیر کرد، یعنی به تاور میرسید بازی رو برده بودم. ببینم این در رکورد میکنه. آره باگ، اون فایر اسپیریت غیب شد، دمیجش نه به تاور خورد نه به نایت، تاورم نزده چون قبلی ها همه میچسبیدن، امکان نداره اینو تاور بزنه اونو نزده. ببین نه این باگ نیست. میدونی چرا؟ الان به تو میگم این درسته، چون در همون لحظه ای که فایر اسپرینت میخواست بپره شما نیرو انداختی، این یه ذره برگشت عقب، به خاطر همین تاور زدش. هرچند احساس میکنم باید میپرید به نایت، ولی میتونیم باگم حسابش کنیم، میتونیم هم حسابش نکنیم. تایمینگ عالی خودتو حساب کنیم، بگیم آقا سر تایم انداختی نپریده. چون یه سری پروتیپس هست که عرضم به خدمتون، فایر اسپیریت آیس اسپیریت و اینا نمیپره، در جا خفه میشه با اینکه فاصله ای نداره، بدبخت رنگ نداره ولی نمادشو گذاشتن. واگ پکا از اون طرف رودخونه ویزارد زد پشمام، این خیلی نامردیه. با اینکه زیاد از ویزارد دل خوشی ندارم، نباید بزنه، اصلا نباید بزنه، چون پکا نیرویی نیست که جامپ کنه از روی. مثلا پرنس، لیتل پرنس، حالا لیتل پرنس هم چرا،
دارک پرنس و اینا و هیلر اینا چون از روی رودخونه رد میشن میتونن دمیج بدن، ولی پکا به هیچ عنوان با اینکه فاصله کاشیش میخوره که بزنه ولی نباید دمیج بده چون اون ور رودخونه است، فاصله است بینشون. اینم با یه تخمیه فلان بره تو این عاقبت. ببینیم آقا سید او بچه نزد ویزار، دوتا شات نزد، نگاه کنید ببین، یکی دوتا سه تا چهار تا، چهار تا شات نزد. پشمام باگ بدیه، خیلی بده، خیلی بده. حالا تایمی از بازی نگذشته، یعنی تایم یارو داره بخواد جبران کنه، ولی قشنگ دوتا شات میزد تاور یارو میومد روی بهتون بگم 800-700. ببین چهار تا شات نزد. باگ مهندسان فارسی زبان یافتن که چطور قبل از شروع بازی کینگ تاور اکتیو بشه. نه این درسته، این حالت رو نشون میده، ولی موقعی که بری تو بازی اینجوری نیست. شاید الان درست کرده باشن ها، ولی برای منم جالب بود یه بار که رفتم. کانونر باگونر پشما، مثلا یارو تاور تروپس نداره، طرف هم در جا اسکرینشات گرفته. میبینید در جا اینجا از اسکرینشات گرفته، خیلی جالبه. فکر کن روین آخره چلنج باشی بعد دو لوز باشی دست آخر باشه، با اینطوری باگ بخوری نتونی کارت انتخاب کنی، بعدش بری تو بازی ببینی به جای سوپر ماجیک آرچر سوپر ویچ رو بهت بده، همین مسئله باعث باختت بشه. حریف یکی هست و هم کلنی هم نیستیم، میتونید خودتون ببین. آره این که درسته، مثلا شما با همکلنید نمیتونی بازی کنی داداش، این چالش ها رو نمیتونی با همکلنید بازی کنی. پشمام اصلا کاری به این نداریم که آقا این کارتو بهش نشون نمیده که انتخاب کنه، این حل برای خیلی همون اتفاق افتاده تو مود درفت، کارتا رو نشون نمیده. حالا یا باگ خود سرورهای کلش رویاله یا باگ اینترنتمونه، نمیدونیم، میگیم آقا حله، ولی این سید ماجیک آرچر رو انتخاب کرده، سید ماجیک آرچر رو انتخاب کرده، اینجا بهش سوپر ویچ داده. این دیگه نامردیه ناموسن، خیلی هم نامردیه. پرنس رو نگاه کن آقا سید، چش پرنس رو نگاه میکنیم. میدونید بحث همون ایکس و ایگرگ و محوراست که بهتون توضیح دادم بچه ها، چون شما اول جوری انداختی که اومده سمت این تاور، یعنی سمت این ور انداختی، بعد رفته اون ور زده دوباره برگشته. این همون میتونیم بذاریم اسمشو باگ، میتونیم هم نذاریم، یعنی یه چیز طبیعیه، متوجهید؟ مگانایت گیر کرده. نه گیر نکرده داداش. البته چرا کینگ تا سوپر ماجیک آرچر روی کینگ تاور اما اثری نمیکنه. خب ولی آره اینجا گیر کرده، باید میرفت. بچه یه بتل فکر کنم فورواردش کردم همین تو، برسیم بهش تو بازی خودم، همین باگ باعث شدم بازی رو ببازم. بذارید ببینیم، فکر کنم فرستادم باگ بازی فیش من از روی پل با اون فاصله بدون اینکه تاور بهش دمیج بزنه چجوری قلابش انداخت. بارها این اتفاق برای من افتاده، بارها این اتفاق افتاده بچه ها، بارها. این میگم باگای فیشر من نمیتونن درست کنن، یه کارت کیریه دیگه، نمیتونن باگیشو درست کنن. چه خبره، چی شده داداش ما نمیفهمیم. آها نه فکر میکنم بچه ها یا کلاسیک چلنجه یا نمیدونم چیه یا چالشه کلن، چون اینجا شما نمیتونی اینجوری ترکیب بچینی. شاید نه ترکیبه بچه ها، تو ترافی روده، این تو ترافی روده،
من باگ اینو نمیفهمم. اینه فکر کنم اینه بچا. باگ گرافیکیه. بازم اگه باگ دیگه ای فهمیدید بگید، من نفهمیدم این چه باگی داره. نفهمیدم انصافا. مستر این سیزن دارت گوبلین بوست بود. وقتی کارت بوست میشه باید هم لول کینگت باشه، ولی مال حریف هم لول نیست. شاید نمیدونم. آره اینم هست، باید لولش 14 باشه. شاید چون این تاور تروپ چیزه بچه ها، اینو مد نظر داشته باشید. این تاور تروپ توی گوبلین کوین جرنیه، بوست میشه هم لول کینگ تاورت بوست میشه. شاید کینگ تاورش لولش 13، اینو مد نظر داشته باشید. فکر نمی کنم اینجا تأثیری داشته باشه. میدونم داداش میدونم، ولی فکر نمی کنم اینجا تأثیری داشته باشه. سلام، چرا وقتی آیس اسپیریت پرید هوک فریز شد؟ نه این ربطی نداره بچه ها، اصلا هوک فریزش هوک فریز نکرد. حالا ابیلیتی که نه، کارایی فیشرمن اینه وقتی یک نیروی رو میکشه سمت خودش یه ذره سرعتش کم میشه. این به خاطر آیس اسپیریت، این باگ نیست، به خاطر آیس اسپیریت نیست، به خاطر فیشرمنه. بعد داداش موقعی که بذار یه بار دیگه ببینیم، بعد وقتی میبینی طرف از اونجا، این نکته رو بهت بگم تو ویدیوی نو پارتی توضیح دادم، وقتی میبینی یارو از پشت کینگش چیزو انداخته، فیشرمن انداخته، سری آیس گولمو بنداز از سر پل، هوگتو بنداز، هوگو میکشه سمت تاور، قشنگ مشتی دمیج بهش میده. این نکته رو گفتم بهت بگم، ولی اون برای باگ آیس اسپیریت نیست، به خاطر خود قابلیتی که فیشرمن داره. چه باگی ناموسن، چه باگی داداش، نمیفهمم چه باگ. آها اینجا باگ گرافیکیه، عکس تاور تروپ اینجا نیست. اینا که طبیعیه تو رویال. باگ نایت همش گوشته. ببینیم بذار یه خورده دانلودش کنیم بچه اینا رو. نه تو باگای خودم نیست بچه ها، اون باگمو نفرستادم اینجا، سعی میکنم برای پارت بعدی بذارمش. بازم همون بحث محور ایکس و ایگرگ هست، سیدای جلیل القدر و زوزنقه ای. چرا؟ چون شما نایت اون ور انداخته حریفت. این فکر میکنم همون بحث محور ایکس و ایگرگ باشه. مگه میشه از سر پل پیکا ماجیک آرچر این ور پل بزنه؟ ببینیم چه اتفاقی افتاده. بازم این باگه، اصلا نباید بزنه رفقا، نباید بزنه، چون پکا نیروییه که از رو پل باید رد بشه. این اصلا نباید بزنه. من برام جالبه این باگ داداشا. افسانه‌ها میگن نایت هنوز ریجه. حالا رنگ ریج داره ولی خود ریج نیست، اگه ریج بود خیلی زودتر بعد راه میرفت. اخ کاش کلش رویال این پارت این بخش ما رو میدید. والله قسم به خاطر زبونمون ها، زبونمون فارسی ها با. کی توش بره این چه باگی کس شریه، چه باگی او پش. بازم باگی گرافیکی، چون کارتای دست نورد حریفتون رو وقتی تو دو به دویید اینجا بهتون نشون میده، ولی نه اینقدر بزرگ، خیلی ریستر. بریم برای بعدی. این اتفاق برای خود من تو بتلو افتاده بچه ها. این اتفاق برای خود من تو بتلو افتاده. اگه یادتون باشه میگفتم آقا ویزاردو من تورنیدو کردم، چرا دوباره برگشت؟ سلام، برای باگا نگاه، وقتی حریف فریز میکنه کرنر حریف هم فریز میشه. ببینیم
ببین فریز که برای اونه دیگه، درسته؟ وای راست میگه بچه، این تو بتر خودم بوده. پشمام اصلا دقت نکرده بودم، بالونو که فریز میکنه کهنر حریفم فریز میشه، کهنر دمیج نمیده، کهنر هر فکر کنم 2.4 ثانیه یه شات میزنه. ببین 1001 1002 1003 اصلا نزد بچه ها. بذار یه بار دیگه نگاه کنی. نزد بچه ها، نزد. خیلی جالبه. آه شاید هم یه چیز دیگه از وایسا سرعتش کند میشه به خاطر اینکه آیس گولمون پا میتره که، یا نه شاید هم به خاطر اسنوبالیه که زدم سرعتش کم شده، با فریز همزمان بوده فکر کردیم فریز شده، ولی اگه فریز شده باشه خیلی پشریزونه، بکن کارت خود یارو در خود یارو بماله، خیلی بده. خب بچه ها اینم از پارت 27 کلشل. یه لحظه بایست من برم اون ویدیو رو پیدا کنم اونم بهتون نشون بدم. خب بچه ها نگاه کنید، من ببینید سر این باگ به یارو باختم. شما نگاه کنید اینو، بذار اینو بذارم اینجا نگاه کنید. پکای منو میبینید؟ اگه پکا میرفت جلو اصلا الکترویز من نمیمرد. این پکا گیر کرد، همونجا پکا گیر کرد، میبینید؟ به خاطر همین باگ باختم. تاور نگاه کن، تاور یارو رو، این اینجا موند، اون یکی هم اومد، اون یکی هم اومد، بعد یارو دوباره گره و انداخت و تاور رو ازم گرفت. این چه باگ مسخره ایه، من سر این باگ باختم به یارو. شما نگاه کنید، نه کینگ تاور من دمیجش از اون کمتره، نه تاورای من، تاور من، حالا دوتا تاور. اینا طبیعیه تو کلش رویان. بچه امیدوارم لذت برده باشید، منتظر ویدیوهاتون هستیم. خیلی مخلصم، ویدیو رو لایک کنید، فدای همتون بشم. یاری مدد.